هوا که روشن شد با همین وانت باید برم چند تا فرش بکنم بیارم. بنزینم نداره. فیروزم در زم الان باید تو پادشاهی شیشم درگیری داشته باشه تو خوابش. نمیای تو؟ سلام داداش. شما هم تازه اومدین؟ یه داروخانه رفتین ها. وقتی با نصرت میری بیرون انقدر اتفاقای عجیب غریب برات میفته که تو کل سفرهای مارکوپولو برای مارکوی بدبخت نیفتاده بود. شب بخیر. بلبل زبون شده. کجا تشریف داشتین آقا فیروز؟ اغور بخیر. دنبال یللی تللی. من نمیدونم تو عقبه زندگیم کدوم حلالی رو حرون کردم که کل خانواده‌ام گرفتار تو شدیم و داریم تقاضا پس میدیم. تقاضا چی مرد سویه؟ من فقط ازت خواستم که یکم دلار از این کارگرت بگیری به من بدهی. همین. بله همین. ولی اسمت که میاد وسط آرامش قازقلنج میزنه. نحسید بدبختی همه کائنات رو به تکاپو میندازه. فقط اینو بدون. اونقدر که امشب من واسه خاطر تو رکاب زدم، قهرمان 4 دوره المپیک واسه خاطر مدال طلا رکاب نزده بوده. خسته نباشی. خب البته واقعا جای تقدیر داره. بیا. اندازه 2.5 میلیونه. فقط گفته دلار میدم، دلار چی میگیرم. بگیر. بده من. دست در نکنه. اینجا چنج نکردی؟ فعلا. تو یه سوزنچیان واقعی هستی. خوش میکنم. چون سوزن دقیقا رو اعصاب و روان آدم دو امدادی میره. آره؟ آره؟ سوی. چه خبره دی؟ نصف شب. من رفتم. کجا داری میدیم؟ قبرستون. قبرستون اینجوری رات نمیدن. میدونم اینجوری رام نمیدن. خب پس کجا داری میری؟ خب دارم میرم بازار دلار فروشا اینا رو چنجش کنم. اگه 2 ساعت دیگه برم تو ترافیک گیر میکنم. اینا رو که چنج کردم پولش فر میداره میبرم بانک وامم رو قلتک بیفته دیگه. گوشتی ما رو با این قلتک قلتکه. بیا. این چیه؟ این کل دارو ندار ما بود. 1700 تومن. گفتم پیاده نریم. دست در نکنه. اونجا میری مواظب باش. خرید و فروش ارز کنار خیابون قدغن میگیرنت. میدونم بابا. بلدم بابا. بلدم. خدافظ. که باید به فردا فکر کرد درست، ولی بمانه. این که چرا وقتی از فردامون خبر نداریم هرس مال دنیا رو میزنیم، البته بعضیامون بماند. این که زندگی قشنگه و خدایی که همه قبولش داریم این همه نعمت داده تا روزگاری رو که روی زمینیم سخت نگذره بماند. اینکه خیلیامون سفرمون پر از برکته، برای همین با اسمش شروع میکنیم و با شکرش تموم بمانه. ولی خودمونیم. زندگی برای بعضیا سخته. راه دور نریم. بعضیای دور و برمون رو میگم. اونایی که تنبلن و چشمشون به دست این و اونه و بدون حرکت برکت میخوان بماند. اونایی رو میگم که زورشون رو برای نون حلال میزنن، ولی زورشون خیلی به زور زمونه نمیچربه. من و تو میدونیم همه از خاکیم. خاک سرزمینمونم پر از مهره. پس بماند. اگه بدونیم یه جایی یه کسی یه دردی داره، هممون یا علی رو از بچگی یاد گرفتیم، اونم مدد میکنه. پس بماند. سفرتون پر برکت. فقط یه آمین ازتون میخوام که هیچ سفره‌ای بی نعمت نمونه. حالا با یا علی تو یا یا علی من. یا علی.
بریزا، اونجوری به درد نمیخوره. قشنگ دستو مشت کن بریز روش. الان ممنون. مواظب باش. چیکار میکنی؟ سلام. کجا؟ کجا دارم؟ دانشگاه. خوب خوابیدی؟ آره به تو رسیدیم، صبح شد دیگه. آره سرسداتون رو تو خوابیداری شنیدم. دخترم من دست دوباره میخوام برم دانشگاه. چیزی نمیخوای؟ کاری نداری؟ نمیشتم. یه دست پایستا کارتو بکن. دارم میرم دانشگاه. چیزی نمیخوای؟ نه قربونت برم، هیچی نمیخوام. دست درم بیرم. عالیه. بچه خوابم؟ آره خوابم. نصرت و فیروز رو ندیدی؟ مگه خونه شما نموندم؟ نه دیگه، تو شب با هم اومدیم. بعد دادم پایین پیش آقا بهروز بخوابن. چایی میخوری بریزم؟ آره اگه بر خودت میرزی بر منم یکی بریز. این صرفه هم باز میکنی عبدالجون. آقای فیروز فقط 5 دقیقه دیگه، 5 دقیقه فقط. چشم. سلام علیکم. یار صبح بخیر. ببخشید اصلا نفهمدم که خوابم برد. بفرمایید صبحانه. از شما درد نکنه. ساعتم با آتیش تمام میشه، چه برسه به آدمیزاد. چند بار اومدم بالا سرتون، می‌خواستم بیدارتون کنم چون بد خوابیده بودین، یعنی حالت خوابتون خوب نبود. گفتم تن بدنتون میگیره، منتها خوابتون سنگین‌تر از این حرفا بود. دیگه شرمنده. یه چیزایی هم میگفتین. البته نه اینکه گوش وایساده باشم، اما ناله میکرد. حرف بدی که نزدم، پرت و پلا که نگفتم حاجی. آقای فیروز مگه حرف بدم بلده؟ چی بگم والله، آدمیزاده دیگه، وقتی اختیارش دست خودش نیست. شاید از عقبش هم یه حرفی بزنه، یه لغوزی هم بخونه، قمپوزی هم در کنه. یه چیزایی میگفتین، البته بیشترش ناله بود. انقدر نای حرف زدن نداشتین که معلوم نبود چی میگی. گرچه با این سر و وضع و خواب آشفته خیلی چیزا نگفته پیداست. من آجو خستم، خیلی هم خستم. انگار خستگی از همه جا انر جمع شدن یه جا، بعد تشیک مسایی کردن گفتن بریم کجا، دیدن هیچ کجا بهتر نیست از اینجا، جای من. شناهاتون راجی خیلی خستم، یعنی تو آمپاسم، اونم نه آمپاسا، آمپاس. دلم میخواد تخت بگیرم بخوابم. نمیدونم چقدر، یه روز، دو روز، یه هفته، یه ماه، ولی انقدر بخوابم که خستگیم کامل در بره، بعد بیدارشم. هیچ کسم بیدارم نکن. حالا شاکی نشدین که ما بیدارتون کردیم؟ نه اونجا این چه حرفیه، من کلی دارم نگم. مهم اینه که شما میخوای بخوابی بعدش هم بیدارشی، پس خیره. اونی که خودشو میزنه به خواب نمیشه کارش کرد. اونی که اون بالا نشسته حواسش به همه چی هست، همه چی حساب کتاب داره. باید یه سری ها رو بذاره تو آن پاس که معلوم شه چند مرد حلاجن. همه ها هیچ فرقی نمیکنه. اونایی که میگن ما تو آمپاز نیستیم، به قول گفتنی، به قول خود شما چی میگفتین؟ لغوزه. نه قوز داشت ولی لغوز نبود. قمپوزه. آه قمپوز میخونن. در میکنن آنجا. قمپوز رو در میکنن، لغوزو میخونن؟ بله آجا. بله قمپوز در میکنن. بعضی ها تلاش میکنن از توش در بیان مثل شما، بعضی ها اصلا نوشو ندارن، میگن تقدیره، میگن خواست خدا بوده. الحمدلله شما که ناپاکی از فرش مردم میکشی بیرون. دیگه زندگی خودت باید پاک و منزه باشه. مرد باید مشکلاتشو بذاره پشت در بره تو خونش. نفست حق حاج آقا، ما مشکلاتمون رو میذاریم پشت در، اما مشکلات ما خودشون کلید دارن، میندازن میان تو، یقه رو میگیرن، سالتو فیتیل پیچ برانداز، اینجا برو اونجا، از اونجا برو یه جا، سر صف، ته صف، این کارو بکن، اون کارو نکن، از اینجا برو اونجا واسه یه قرون، از اونجا برو یه جا واسه 2000. دیگه وقت نمی کنیم تو زندگی خودمون سرک بکشیم. با بعضی ها باید کلی حرف زد تو این چیزایی که شما میدونی و بدونن. شما که الحمدلله خودت میدونی. همین دیگه آج آقا،
اینکه آدم یه چیزی رو بدونه و نگه آدم رو اذیت میکنه، عذاب میده. اینکه تو میدونی ولی نگی. اگه باید بگی بگو. بعضی وقتا دیر گفتن کارو سخت‌تر میکنه. میگن زمان، حالا ولش کن زمانشو، میگن یه زمانی یه پسری باباش فوت میکنه، مادرش بهش نمیگه، میگه پدرت رفته مسافرت. پسرم به همه میگه پدر من رفته مسافرت. اون وقت از دیگران میشنوه باباش مرده، از دست مادرش شاکی میشه. حالا هر چقدر مادره بگی من به خاطر خودت نگفتم. اگه باید بگی بگو، خلاص کن خودتو. همین دیگه حاج آقا، من الانم بگم میگن چرا بعد این همه سال. مهم اینه که بگی خودتو خلاص کنی، وگرنه آدمای دیگه هر جور دلشون بخواد نتیجه گیری میکنن. میگن زمان، حالا بلش کن زمانشو، میگن یه زمانی یه آقای یه مگسیو میگیره، میگه بپر، مگسه میپره، دوباره میگیرتش، جفت بالاشو میکنه، میگه حالا بپر، نمیپره، نتیجه گیری میکنه، اگه بال مگسو بکنی کر میشه. آجا بفرمیم. بفرمیم، بفرمیم شما. ما اگه خدا قبول کنه پیشواز رفتیم. آجا اونجایی بده که من شما نشستین، شما جوری شما داریم میکنیم. بخور آقا بخور. اگه تو بیابون برهوت باشه هیچی هم پیدا نشه که دیگه همه روزه دارن. مهم اینه که باشه و چشم بپوشونی. بفرم. یا الله، بفهم بفهم، خواهش می‌کنم سر سفره ساقا بشینید، من بخوام برم خواهم اون بر، میشه؟ بله. میشه من برم؟ ببخشید چرا نمیشه آجا؟ ای، تو چرا نرفتی؟ آمرفت این کارا رو میکنی مشروط میشه بعد حسد میکنن دیگه. نه رفت سر من بود، خودش با تواسش باشه. سلام جنده، صبح بخیر. یالا صبح آماده است؟ آره آماده است. نصفت فیروز پایینن؟ نه 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 با. نه تلفن بردار، تلفن بردار. بله بله همینجاست. عالی عالی، اگه کار دارم میخواد سفارش بدم بگو زنگ بزنم به همراه. میتونیم با خودشون صحبت کنیم، اگه سفارش دارم بعد به همراهشون تماس بگیریم. بله؟ چی شده؟ یه خبر بعد. چی شده؟ یارانه رو قطع کردن؟ بگو ببینم چی شده؟ نصرت خانو گرفتن. ای بابا من فکرم یارانه رو قطع کردن. بله. برای چی؟ اخلالگر بازار ارز؟ نه بابا، احتمالاً به عنوان اخلالگر بازار ارز خودش معرفی کرده، اونم کندن بردنش دیگه. فیروزه، فیروزه. بده من بشین بریم. الو. آره نمیدونم بردنش کناتری چی چی. آره آره آره. باشه باشه، ما از اینور میایم، تو از اون بر بیا. من بر پیامک میکنم آدرسو. باشه 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 باشه. خیلی خوب، خداحافظ. چه خبره مگه نمیریم سینما؟ وایسا وایسا گرفتن. ای بابا تو رو نمیگم. منم که خودت گفتی بردارم ببرمه. بابا تو رو نمیگم که. منم که پسرم اومه دیگه. تازه برشم خواهی سرم دانشگاه اونجا. من که نمیدونم این خونه بمونم. راست میگه. مثل که فقط خودم زیادی اما بشین بریم. بابا من با گوش تو چی کار دارم؟ میگم اونو به خاطر دلارای تو گرفتم بردن اونجا. هر جسی بوننشو برو اونجا، آدرسم که فهمیدی گفتم کجا. امیر کلید، امیر کلید. دستون درد نکنه. آقای فیروز شما تو زحمت افتادین. فرمایید. همون برادر خانومتونه؟ بله متاسفانه. چرا متاسفانه؟ آقای فیروز چرا متاسفانه؟ آج آقا اگر توی گرده همایی سمیناری چیزی مغز اونو مورد کنکاش قرار بدن، به زرس قاطع بشر در مورد انسان‌های اولیه به چیزای جدیدی دست پیدا میکنه. حاج آقا مغزش آکبنده، فقط میگه بلدم بلدم. بشین آقا بشین. حاج آقا من موتور میترسم. نترسیم، بلدم بلدم. امیری اینجا رو خیس نکنی. دوست باشه، آقا بهروز، دوست باشه. بفرم. جناب تمام این اخلاقگرهای بازار ارز کجا میبرن؟ چی حرف میزنن؟
بزن. بفرمین آج آقا. بیام کمک آج آقا. نه نه. بفرمین. آج آقا بفرمین. بفرمین کاهش میکنم. بفرمین. آج آقا آج آقا آج آقا. سلام علیکم. سلام علیکم. بقیه کجا؟ بابا من بیارم. کجا بزنم؟ مگه معده بوده که؟ بابا من که بیشتر سن خدا میزنم. تو که بیشتر سن خدا میزنی عاجل خواهرت باشه. حسن از کجا معلومه که شما درست میگید؟ آقا من لغز میخونم. این آج آقا چی؟ ایشون هم لغز میخونه. ایشون هم دروغ میگه. من یه همچی جسارتی نکنم. دیگه داری میکنی دیگه عزیزم توش مستطره. آقا ایشون که یک کلام هم حرف نزده. آقا جاقا یه چیزی بگین دیگه. میشه شما حرف بزنی؟ شما میشه بگین؟ شما اصلا نزده کلام بنده منعقید بشه. بفرمایید آقا بفرمایید. عرض کنم که آقای نصرت که اونجور بباید شاید بنده نمیشناسم. ولی آقای فیروز برای بنده واضح و مبرهنه که اهل دروغ نیستن. نه واقعیت هم در هر حال آقا باید برای ما هم واضح و مبرهن بشه یا نه؟ بله بله نه خیر بنده نمیخوام اختلال ایجاد بکنم در کار اداری شما. در واقع گفتم شاید کلام یا از اجازه بدین آقا. نه میشه من حرف بزنم؟ بله از اجازه بدین. آقا شما اون دلارا رو حساب کنین. میشه 2.5 میلیون تومان. نسل ما از دوران پارین سنگی تا الان 2.5 میلیون دلار به خوابم ندیده عزیزم. من خودم گرفتم بهش دادم. از کی گرفتی؟ من کارگرم الانم میاد. خیلی خب تا اومدن شاهد بیرون باشید فعلا. بفرمایید. بفرمایید. شما بفرمایید. اصلا امکان نداره. بفرمایید. قبل از شما اصلا امکان نداره. من کار دارم میخوام یه دقیقه حرف بزنم. میشه؟ میشه؟ ببخشید البته ناراحت شدین. نه شما ببخشید. معذرت میخوام. ببخشید. یه لحظه صحبت کنم. ناراحت شدی؟ چی شد؟ آقای آزادش میکنم. میشه؟ ای بابا بگو دیگه. میشه؟ بله میشه. فقط شاهد میخوام. هیچ وقت به مخیلم هم خطور نمیکرد که من اینجا واسدم هوشنگ یا شهادت بدم. بفرم. آقا بهروز چی؟ آقا بهروز میتونه شهادت بده. شما که دیشب باهاش بودی. این شاهد چی زنده داشت؟ من تازه صبح فهمیدم. اول فکر کردم یارانه رو قطع کردن هممون بدبخت شدیم. ببن یارانه یعنی باید سب کنیم تا هوشنگ بیا. در واقع عرض بنده هم همینه که آج آقا یه لحظه اجازه میدی؟ بله میشه من یه دو دقیقه حرف بزنم؟ بله میشه. بله حتما بفرمایید. شما براش حساب کنین 2.5 میلیون دلار چند تومن میشه. اون قطعه به یقین دو تا سکته میزنه. شما متقاعد میشین که اون مال این حرفا نیست. جناب سرور داداش بدبخت من اینقدر پول نداره. اگه اینقدر پول داشت که به خاطر یه وام 5 میلیون تومانی این همه این در اون در نمیزد. اصلا ما دروغ میگیم. بری از بانک بپرسی. جناب سرور این کارت دولت الکترونیک بنده 3000 خورده تومن پول توشه. من همین دیشب برای این بچه اخلالگر 15 واقعیتی ممکنه باشه فیروز 15000 تومن پول کندم دارو گرفتم. این پرینتش هم میگیرم مدارکش موجوده. ببینید به این سادگی ها نیستش. مسئله ارز یه مسئله ملیه. اما باور کنید ما نه ارز داریم نه طول. ما تو عمرمون 2.5 میلیون پول یه جا ندیدیم. الان ما کرایه خونمون رو نداریم بدیم. اون وقت غیر زرمون شدیم اخلالگر. باور نمی کنیم ما دروغ میگیم. برین از این آقای اقمی صاحب خونمون بپرس. جناب سروان اینا خیلی بدبخت. نه فرمایین هم شیده. نه حاج آقا هستن دیگه. هستن حاج آقا بدبختن دیگه. حاج آقا خیلی بدبختن. بدبختن بله. اگه بدبختن بودن که میتونستن پول کرایه خونهشون رو بدن. تازه مجبور نبودن به خاطر وام برن دلار رو تبدیل به ریال بکنن که این مسئله ملی بشه. این مقدار شاهد کافیه جان سرباز. جناب سرباز. آقا شاهد جان. خیلی خوب بیرون باشید. بیرون باشید. خیلی قبول دایی جون زحمت دادم. خیلی لطف کردید. نگران نباشید. آقا جون آقا زحمت کشید. آقا دست شما درد نکنه. آقا بفرمایید. حالم بد شد. داداش دلای قربونت برم نمیدونی وقتی شنیدم چه حالی شدم. واقعا یه لقمه سوبونش مون نوز کرد. واقعا. یه بریم که الان اینتر من مشروطی و حضور شاخ شاخ.
ولی من نمیام، من بعدا میام. وا تو باز دوباره کجا میخوای بری؟ ما همه کار زندگیمون کندی اومدیم اینجا، بعد تو میخوای بری؟ وایس نارتو بخور بعدم برو. آره دیگه بیا بریم. ای بابا الان 2.5 دستم، برم بانک این پول بریزم به حساب با من رو قلتک بیفته دیگه، تموم شه بره پیکارش. آره دیگه راست میگه، یه روزم اجاره خونه رو زودتر بدیم یه روز دیگه. آره راست میگه. بابا بریم دیگه، من تا حالا با این سر و وضع تو پارک واسه ورزش همگانی نرفتم، چه برسه به کلانتری. الان چیکار کنی؟ شما جا دارین یا من با اجاقو برگردم؟ من در خدمت هستم، در صورت در خدمت. نه دیگه نوستان که میگه نمیاد. خب جا داریم دیگه، بریم. خداحافظ. چرا نمیام؟ باز کجا میخوای بری؟ بساط گند زدن تو به گسترانی ما، بعد بیایم گند زدایی کنیم. ببخشید آجاقا عزیزم، من معذرت میخوام. بانک لازم نکرد تنها بری بانک. با هم میریم، بریم اول خونه من لباس عوض کنم بعد. دیر میشه آقا جون، تعطیل میشه. البته راست میگن، دیر بشه تعطیل میشه. آج آقا این الان بره بانک، اد همون زمان همون مکان یه چیز قلیان میکنه، عقوبتش دامنمونو میگیره، بعد ما انر انر باید باشیم بریم بانک. دور از اون آقا جون. البته من آج آقا اینو بی غرض و مرض عرض میکنم، من اگه یه کاری بودم میدادم دور اینو سیم خاردار بگیرم، برق 220 هم بهش وصل می‌کردم که نحسی و بچگونیش دامن کسی رو نگیره. دور از اون آقا جان. آره آقا جان، این دائما شوخی میکنه. نه با هم شوخی دارن فیروزش چرا حاج آقا. بله البته نحسی و بچگونی همش خرافاته، در واقع شما وقتی از عقلتون استفاده میکنین جذب خیر میکنین، کار خیر میکنین. عقل این آقا. خب حالا یه خورده به هم احترام بذارید. احترام آقا بهروز، شما با داداش برو که تنها نباشه، ما می وسیله چیزی میگیریم میریم ها. زن داشت تا همینجا با سلام صلوات خودمون رو رسوندیم، میشه آقا بنزین ماشین انقدر روشن بود سوخت. تو خدا، خب بنده بنزین دارم، موتورم که هست. خودتون چه جوری میخواین برین آقا؟ نه نه آقا رو میرسونیم، میرسونیم. آره نه بابا اختیار دارین، دست شما مزاحم شما نمیشم. بریم نوستر، بریم تا نرسه. خدافظ. نهار برام نگه دارین آج آقا، با عزتون. خدا نگهدار. آج آقا بفرمایید ما هم در خدمتتون باشیم. من فقط باید یه نکته‌ای بگم. آقای فیروز. بریم. آقای فیروز. من از اونجایی که من یه دونه کلاه ایمنی بیشتر ندارم، من فکر می‌کنم یه مقدار خطر. بله خدمتتون هستم. یه دونه کلاه ایمنی. بله هستم خدمتتون. یه دونه کلاه ایمنی چون بیشتر از بله هستم خدمتتون. بفرمایید شما. خدمتتون هست. ببخشید. معذرت. خیالتون راحت، با هم استفاده. یه دونه کلاه ایمنی بیشتر ندارم. خون زد آخه شمش. سلام علیکم آقا، امیری سلام علیکم. با بگیر اون بر من خیس نکنی، بگیرین اون بر فقط ما خیس نشیم، بس شما درد نکنید. قابل میدونی تشریف بیارین نهان منزل. سلامت باشین، خیلی متشکرم، خدا قبول کنه پیشواز رفتم. انشاءالله خدا قبول کنه. خیلی ممنون حاج آقا، شما امروز خیلی زحمت کشیدید. اختیار دارین همشیره، وقتی کاری از دستم بر بیاد دیگه وظیفه است دیگه. حاج آقا دست شما درد نکنه، ما دیرمون شده، با اجازه. خداحافظ. سلامت باشین. خدا نگهدار. خدا نگهدار. آقا خیس نکنید، فقط منو خیس نکنید، بگیرین اون بر. فقط یه چیزی، این دو شرخی آقای فیروز اومد شد. آقا برو بودو سری. آقا من یه لحظه میکنم سری میام. آقا آقا بفر. سلام علیکم. سلام علیکم. عرضادات این اینجا چی کار میکنه؟ کی؟ بابا همین تفلونه لپتاپ. او نوشینه. نه نگی من اینجا، ما نگی من اینجا، نگی. عالی، خدا مرگم بده، یعنی دروغ بگیم. من کیم چی حرف بزنم؟ نه راست بگی نه دروغ بگی، هیچ چی نگین اصلا شما. یعنی ما خانوادگی لالی. من کیم چی حرف بزنم؟ عفوت شد بابا جان، شما هر چی دلتون میخواد بگین، فقط اصلا در مورد من حرف نزن. یه سلام کنی برین تو. خدا مرگم بده، یعنی مثل ماس کلمون بندازیم پایین بریم تو. نه مگه کار ماس کله داره بابا؟ یه دیشب داره 100 دفعه به من زنگ زده، من جوابشو ندادم. عجب سیریشیه، عجب سیریشیه. آن نگه تو نگفتی تفلونه. ای مادر مثاله آقا بهروز. ای نرما چیه سلام. سلام علیکم. سلام شما هستی؟ پنپ ما پیغامگیر ورژن جدیدیم با زحمت های ما. خلالیه نیست
نه من فقط واسه لپتاپ اومده بودم، خواستم تشکر کنم. خواهرم خودش میخواست بیادش ولی دیگه نتونست. نه خواهش میکنم، قابل نداره. ناراحت نشدن که بابت لپتاپ؟ نه اتفاقا خیلیم خوشحال شدن. لپتاپ هر روز داغون بود، هر روز میبردیمش تعمیرگاه، میخواستیم عوضش بکنیم ولی دیگه کسی هم نمیگرفتش. خدا رو شکر سبب خیر شدیم. این آتشخالا آب میوه گیری چرخ گوش داریم به ما امانت بدیم نو تحویل بگیریم. نه 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 به خود باور کنید، قبول نمیکنم. نه 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 اصلا. حالا این دفعه نمیخواد حساب کنین. البته نه اینکه بگم ما الان پول داریم، ولی حالا این نوبت نمیخواد حساب کنین چون ما واممون داره جور میشه دیگه. حافظ جون وام شما داره جور میشه، چه ربطی به ما داره؟ نه گفتن که حتما بعد حسابش بکنم که اگه دفعه بعد بازم کاری داشتیم بتونیم بیاریم. نه نه برای اینکه دوباره روشون بشه بیان ما میگیریم. ما اینو نگیریم که شما نیاین دیگه فایده نداره. ما اینو میگیریم که شما بیاین. خب آخه رومون نمیشد. عذر میخوام، شما اینو چجوری حساب کردین؟ با عرض هفت تومن حساب کردین؟ دوتا نه متری بود دیگه. دوتا نه متری. آها آخ. فرشو میگم. آخ 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 بله بله. مگه شما چیز دیگه رو میگیم؟ نه 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 ما همون فرشو میگیم. دوتا فرش ماشینی بوده. همون کفش من کجاست؟ اونجا تو ماشین بغل خلالیه. خلالیه یادمون رفته بود خلالیه رو. یادمون رفته بود. اصلا نفهمیدم چجوری خوابم. سلام. سلام نوشین جان، خوبی؟ مگه نت بری دانشگاه؟ آره اتفاقا میخوام برم. میای بری؟ آره آره منم پس میرم دانشگاه دیگه. خب باشه. خب اگه اجازه بدی من خودم برسونمتون چون ماشین دیگه لپتاپ نیست ما بتونیم تاوانشو بدیم. من خودم میرسم. ماشین شما که بنزین نداره. بعدشم شما باید چند تا سفارشو که گرفتیم بیاری. خب اصلا من برم ماشین. آره قربان سلامت. به سلامت. خدا حافظ. خوشحال شدم. اگه مشخص بشه. بریم یه نگاهی بندازیم. حرفا میزنی یا عفت؟ پول نداریم که بریم. اه پول چیه؟ قسطیه. بچه‌م شما که با هم بهتون جور شده، ما هم که حالا یه خیلی خب بریم نگاه کنیم فردا نخریم باشه. حالا بعدم با ما که گرفت. آره تازه هر هفته هم اینجاست. بریم بریم. معلوم چقدر باید بهت بده. بلش کن. گرون شد نه؟ خوشحال میشن عبدش. خیلی خوب شد. هفت ماهی چند؟ ایه میگم بلش کن. بریم. چه شما میگه خول یا هول بدی؟ من دارم چیکار میکنم؟ فهمیدی؟ بیا سبا فرمونه بگیر من هول بدم. موتور با منه. بذار پشت در. بابا میبرن چی رو بذار پشت؟ امانت مردمه. مشکلاتو دارم میگم. بذار پشت در. قبراق سر حال بروی خوش میریم تو. ببین تو مطمئنی که نباید با اینا رو راست بود؟ دوستای رو راست باشیم؟ باشه الان رفتیم تو من قضیه بدهیات و دزدای دریایی سومالی و اسکن تو همه رو میگم خیالت راحت بشه. تو برای چی جوش میاری؟ تو منو به جوش و خروش میاری؟ اه آدم با تو که حرف میزنه گلبولای قرمزش میره تو بصل و نخوش، بعد میگه چرا جوش میاری؟ باید آبغن بیارم آروم ترشی؟ لازم نکرده. من اگه قرار بود هر وقت دست تو عصبانی میشم یه لیوان آبغن بخورم که الان قندم رو 1000 بود، یه دست و یه پامم قد بود. تو اصلا نمیشه حد زد. بریم تو. گوش کن. چیه کلی مشکلات؟ بریم تو. یالا افروز، افروز اومدن، اومدن. یالا سلام، ما اومدیم. سلام، سلام. سلام علیکم. سلام. اول بگی چی شد؟ شیری یا روبا؟ شیر! اونم چه شیری؟ آره. فقط این شیرمرده ها گرسنن. خیلی هم که خیلی گرسنه. مبارک باشه داداش. الان تو دستتونو بشینی من نهارو میکشم. سلام، سلام. سلام. قربونش برم. چی شد؟ وامو گرفتی؟ ها؟ وامو؟ اونجا دایی دیگه؟ جوره جوره. جوره یعنی چی؟ یعنی بالاخره دادن ندادن؟ چی شد؟ مهم این بود که بیفته رو غلطک که افتاده دیگه افروز. چی بیفته رو غلطک؟ یعنی حالا همجور رو غلطک به غلط بخوره؟ بابا آبجی تو هم حرفایی میزنی یا؟ نه بس نشستن اونجا میگه مرگ من بیا وام تو بگیر.
تو سینما میخوای بری بلیت میخری وای میسی سانست شروع میشه میری تو. بله پیروز تو چرا آدمو جون به لب میکنی؟ تو که گفتی جوره. بله بله الانم میگم جوره، ولی نگفتم که دادن، یکی دو روز طول میکشه بعد خودشون بهش زنگ میزنم میره میگیره. بله تو چشای من نگاه کن، بگو مرگ من، بگو جون من، بگو من شفا کردی. تو چرا هر چی میشه جونت مایه میذاری؟ بابا این جون برای من عزیزه. آخره بالاخره وامو دادن یا ندادن؟ بله تو رو خدا جون رونیکا. ای بابا این همه الان حرف زدی افروز. بابا گرشم من رونیکا برمیدوشتم. مبارکه. خواهش میکنم. اینا چیه؟ اینا شیرینیه جور شدن وامته دیگه. یه تیشرت هم برات گرفتم. ببین گفتم آبی دوست داری؟ آبی برات گرفتم. اخ بکنم اندازه همت اندازه شه. دیدی؟ دیدی گفتم درسته؟ اگه اون یکی برمیداشته کوچیک بود. یه اون کفن میخریدی دیگه، من تیشرت میخوام چیکار؟ شوخی میکنی؟ شوخیم کجا بود؟ آبی میخوام چیکار کنم؟ اونا میلیارد میلیارد دارن پول در میارن نوش جونشون، من لنگ یک قرن 2000 پولم، رفتی بازارم جارو کردی آوردی تو خونه؟ عوض دست درد نکنه؟ برای چی باید بگم دست درد نکنه؟ بابا منو بدبخت کردی، هر روز داره برای من یه مشکل اینجا سبز میشه. زد مرد باید مشکلاتشو بذاره پشت در خونه‌اش. ای بابا وقتی در خونه آدم بسته باشه دیگه پشت رو نداره که قربونت برم. بابا خواسته خوشحالت کنه. آره خیلی خوشحالم کرد. و یه منو بکش حلوا من پخش کنه تو محل خوشحالترم میشم. شاید عزیزم آروم. تو اصلا میفهمی چی داری میگی؟ من میفهمم چی دارم میگم. تو الان عصبانی هستی باید بگی من نمیفهمم چی دارم میگم. من میفهمم چی دارم میگم. این نمیفهمه چی کار باید بکنه چی کار نباید بکنه. ای داداش زشت جلو بچه ها. زشته زشت منم هم چی؟ یا کاری که شما کردین؟ کدوم؟ با اون صحبت میکنی درست صحبت میکنی؟ خواهرمه. تو فکر کردی من نودن جش هستم؟ آره با خواهر من صدا تو بیار پایین. مسئله خانوادگی فیروز. اگه مسئله خانوادگی تو میخوای حل کنی برو خونه تون فیصله بده بعد برگرد. من خونه ای ندارم که مسئله خانوادگی ما توش فیصله بدم. ندارم آقا. ای بابا داداش یه چیزی خریده دیگه، اونم قسطی. حالا وامتو گرفتی پولشو میدی؟ وام همه ی مشکلات ما رو میخواد با 10 تومن وام من حل کنه. میبینی؟ قنپوز در نکن، 2.5 باید پس بدی به هوشنگ. 2.5 هم مسعوده. بفرما. چی رو بفرما؟ حالا خواهر من فکر کرده تو مردی؟ خواسته شوهرشو خوشحال کنه، مغلطه نداره دیگه. آقا اصلا من مرد نیستم، با این چطورم خوشحال نمیشم. آره؟ آره. تا دیروز که یه باتری قلمی خالی کنار خیابون پیدا میکردی دلت قیلی ویلی میرفت، حالا خواهر من تو رو یه عددی حساب کرده دیگه دور بر ندار. آره؟ آره. داداش چیکار داری؟ اینا رو از کجا خریدی؟ اینا رو از دارم؟ اینا رو گفتم از کجا خریدی؟ گفتم اینا رو از کجا خریدی؟ ای بابا قضیه وانتی، حالا میخوای وانتی از کجا پیدا کنی؟ میبینی داره چیکار میکنه؟ میبینی؟ داداش چیکار میخوای؟ برو کنار. داداش برو کنار. داداش نمیذاره دست بزن. دست بزن. داداش چیکار داری میکنی؟ فیروز زد نکن بذار سر جاش. اینجورشو بگیر دیگه. همه شو برمیدارم میبرم کنار خیابون بسات میکنم همه شو میبرم. نصرت آره بارم زنش که واسه یه چیزی خریده که نمیبره پس بده. داداش کجا رو چی دار میکنی نصرت؟ ما این تیشرت مال ماست، اونا مال ما رو باره من خریده. نصرت 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 ای بابا. آره افت مال ماست، مال اونا نیست. یک دو تا خورده ریزه فیروز جان. بابا رفت درک هر گوری میخواد بره که بره. اونا مال ماست، جواب منه بده. اینا رو خریدی منو بذاری تو آمپاس؟ نصر افر نصر نبر، اونا مال ماست. باستا نصر نصر باستا اونا مال ماست. دست زن من باید همه اینا رو باید بپیشم همه شد. برو ببینم برو ببینم. دست زن اینا مال ماست. چی چون دست زن میخواد بپیشم؟ اینا خورده ریزه؟ آره اینا خورده ریزه؟ نش کنش اینا چهار تا دونه خورده ریزه برقی هدیم. مگه من 100 بار نگفتم اگه میخوای خرید کنی با من مشورت کن؟ بابا من یه فلافل میخوام بخورم، از هر جا که باشم زنگ میزنم اینجا. اگه تو متقاعد نشی من اونجا لب به هیچی نمیزنم. وقت تو آخه من پول اینا را کجا بردارم بیارم؟ اینا قسطیه. اینا مال شما؟ بله خواهرت برای من خریده. خیر سرم میخواستم خوشحالت کنم. چجوری آخه خوشحالم کنی؟ تو که میدونی تتمه حسابم هم استخراج کردم، همش 1000 تومن قاز قلنگ میزنه تو حسابم. فیروز جون مرد باید مشکلاشو بذاره پشت در. آره بابا دیگه از این حرفا گذشته، مشکلات انر انر خودشون اومدن تو.
اندازه است، اندازه است، دست در نه. اینا رو وانتو بارزدی آوردی اینجا دیگه. ببین چه علم چنگی رو انداختی. برو بیزاره مردم چجوری خرید میکنن. اونا زن مردمن، تو زن منی. من ندارم. آقای مردم به چی بگم؟ بابا زرتم قمصور شده تو رد خفت خودم مونده. آقا حقوق ما چی میشه؟ حقوق نصف ماهی قرض نمیخواید بدین؟ آقا خودتون قول دادین. پس خرج زندگی ما چی میشه؟ من از ده اون به بعد به هیچ عهد و ناسی نمیتونم حقوق بدم. برید سر کارتون. سر کارتون ببینم. چه خبره تو پیروز؟ ای بچه‌ها دارن نگاه میکنن. خجالت دیگه شروع بچه‌ها. برید دیگه. برید ببینم. برید تو. برید تو. حرف نزن. تو حرف نزن وگرنه یه کاری میکنم از درد لاعلاجی یه ریز بگی آبجی آبجی تمام این آتیش از گوره تو بلند میشه. اگه تو وام وام نمیکردی که همین چی جوره اینا هم قنجشون نمیزد اولدارم بولدارم نمیکردن منم این بدبختی نمیافتادم. من صورتمو با سیلی سرخ نگرمیدم وقت تو اینقدر باسه من بدهی بالا آوردی. سر خواهر من داد نزن. خواهر تو زن منه. تو مسائل خانوادگی ما دخالت نکن. اصلا این قبول من غلط چی گرفت؟ یه چای سازا یه دونه سودپاز و یه دونه توستر دیگه. توستر دیگه چه گفتیه؟ توستر از اوناست که نونو چای دوشی میذارن تو. از اوناست که نونو جوری میذارن دوش داده تو سامون جریان دارن. بابا اونا کارتونه. تخیل واقعیش اینه که من توی نون لواش سوبسیدار موندم. آقا موندی این قالوشوی لعنتی رو بفروش سهم هر کیو بده دیگه هیچ جام نمیمونی. بابا مرسه نکن. میبینی میبینی آبو گلالود میکنه اینم مثل هشما قلاب میپره توش. ببین ببین من که میدونم دغدغه تو چیه. دهن منو باز نکن. تو اگه خیلی مردی یه فکری به حال خودت بکن از این عصی در بیای. اصلا اگه دهنت باشه چی میخوای بگی ها؟ اصلا میخوای من برم گم و گور شم؟ خیال همتون راحت شه. اول تکلیف خواهر بیچاره منو بچه‌شو روشن کن بعد هر گوری خاصی بری خودم واسه آژانس میگم. من دارم میگم من نمیتونم جایی برم. میگه خواهرمون با خودت ببر. نکنی میخوای یلغوز بری؟ اگه مجرد باشم داشتم میخورم، نداشتم نمیخورم. عذاب هیچ کسم نمیکشم. مفهومه؟ داداش خجالت بکشه. چیکار کنم؟ برید تو ببینید دهن منو باز کن. شرمی داره میگه شرمی داره کردی همینجوری هر دنبیله ها. اگه تو فکر این که خواهر منو طلاق بدی خوب گوشاتو باز کن. خواهرمو طلاق بدی به زرس قاطع به یه دقیقه نکشیده خواهرتو طلاق میدم. فیروز تو میدونی خواهرش کیه؟ هر کی میخواد باشه باشه. خواهرمو طلاق بده خواهرشو طلاق میدم. خواهرمو طلاق بدی خواهرتو طلاق میدم. آره آره آره. آروم بگیری سادون تا کجا داره میاد؟ بیرون. نه حرفی نزدم که. برو بیرون. میری هر وقت یاد گرفتی که چطور حرف بزنی برمیگردی. دستو پیش گرفتی پس نیفتی. میدونی من چقدر از اون کلمه متنفرم. میری هر وقت یاد گرفتی که چطور حرف بزنی برمیگردی. وگرنه به جان خودم به مرگ خودم تمام وسایلم رو جمع میکنم پی همه چی وطنم میمونم میرم بیرون. باشه میریم. باشه آقا کجا میخوای بری؟ اینجا حساب کتاب داره قالیشویی ها. آره؟ آره؟ شما خودت هم بیرون. فکر نکن چون داداشمه هر جور دلت خواست میتونی با زنت حرف بزنی. شما هم میری بیرون یاد گرفتی چطور حرف بزنی برمیگردی. باشه آبجی من باشه میریم. ولی قطعه به یقین به زرس قاطع 100% اونی که پشیمون میشه شما این نما. بریم بیرون. بذار نهار بخوریم. بابا میگم بیرون. آبجی آبجی ببینم. برو یالا آجی دست در نکنو. خدا حافظ. حالا شما ها چرا دارین گریه؟ شد رفتی دستشی؟ دراش نصف از پایین نداره نصف از بالا وسطی هم به قاعده یک کلغن سوراخ. خب بالاخره چی؟ خودم نگر میدارم. آره؟ 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 خودتون نگر میداری؟ مشکلاتو بذاریم پشت در بریم تو چارچوب در داشتی از جا میکنی یا عصبانی هست. من عقبه خودمو خوب میشناسم. جوشی هم وقتی هم جوش میارم دیگه نمیتونم خودمو کنترل کنم. کارتونا رو برمیدارین؟ آقا حالا این دو بجب رو نزن. پاهاتون رو لطفا بلند کنید. بفرمید. من 40 سال از خدا عمر گرفتم 4 بارم پارک نیومدم. اما هر وقت اومدم فهمیدم همه جای پارک تمیزه الا زیر پای من.
خیلی خوب حالا اینجا هم دیگه غور نزن دیگه. بالاخره چیکار کنیم؟ یعنی منظورم اینه که تو میخوای خواهر منو طلاق بدی منم خواهر تو رو طلاق بدم؟ آره آخه من و تو کیو پیدا کنیم از اونا بهتر؟ هم با جیب خالیمون میسازن، هم با اخلاق گندمون میسازن، این قلت هم نمیارن. آره چه میخوای زنگ بزنیم؟ این غلط کردیم. زنگ زدن تو خودش غلط کردن مستطره. چیه چیه؟ بابا تو چه میفهمی این چیزا چیه؟ اوه ببین کیه؟ ببین زنگ خودشونن. شرط بندم خودشونن. خودم ها تکوتو نمیزن. میگم رو نمیدی. داریم کیف میکنیم کیفمون کوکو. اصلا رو نمیدی. کیفوز. بروزه. داده شد تو هم. هیچ معلوم از کجای پی یللی تللی؟ پیوند قلب و کلیتون کی تموم میشه؟ کی زنگ زده؟ نه خوب نشنیدم. تو برو ما هم از اینجا خودمون میایم. به جنبا. چیه پشیمون شدن زنگ زدم به بروز؟ بابا جان حاج آقا زنگ زده دو سه بارم زنگ زده اینا. پاشو پاشو موتور رو بردو بریم. کجا؟ پاشو موتور رو بردو بریم. بریم پیش حاجی. ای بابا گرفتار شدیم. پاشو دیگه. بریم بریم بریم. برو برو سر زیری من میام. برو پاشو پاشو بریم تو. پاشو تو برای چی میای؟ تو باید بری درو با کنی. مثلا ما قهری ما اینا اومدن منت کشی میگی ما حالمون خوبه بعد ناهارم میخوایم بریم سینما. خواهی گفتن چه فیلمی چی بگم؟ میگی بگو توفیق اجباری شده داریم میریم فیلم توفیق اجباری. چهار سال پیش بود. خب بگین دیگه. آره داره در میزنه. برو یه چیزی خودت بگو دیگه. بیا بریم تو. بودو سلام. سلام بفرمایید. اینو خانم دبستانی مدیر دبستان داده. مدرسه که تعطیلن چی هست؟ اینو نمیدونم فکس شده. ولی پوریا و پدرش باید فردا بیان مدرسه فرم پر کنن. چون یکی دو روز دیگه باید برن برای مسابقات آسیایی. دست شما درد نکنه. خیلی ممنون. خداحافظ. با اجازه. کتفن اظهار پشیمونی کردن. آره بده من این مردان رو میشناسم. نه دادار دودور زیاد دارم و چیزی تو دلشون نیست. نه اینو آقای شیرینی هم مدرسه پوریا آورد که فردا پوریا پدرش باید بیان مدرسه واسه مسابقات آسیایی. میگفتی ما نمیدونیم پدرش کجاست. بیبریم. نه خب گفتم فردا. سلام فیروز. سلام نصفت. سلام آقا. اون بسته چی بود دادار؟ چه شوشنی گرفتم واسه تو. ببینم تو به حاجی قول امروز دادی واسه فرشا؟ نه واسه میدادم. از خونه کسی به زنگ نزد؟ واسه زنگ میزد. خودت به خونه زنگ نزدی؟ واسه زنگ میزدم. میشه سوالای منو فقط با آره یا نه جواب بدی؟ یعنی دقیقا چجوری جواب بدم؟ آقا لازم نکرده جواب. داداش بیا این فرشا رو سریع بکنیم بریم من گرسنگی دارم میمیرم. تا اطلاع ثانوی دور و بر خونه رو قلم میگیری. انداختنمون بیرون فعلا هم رو کلکلی. تو رو انداختن بیرون رو کلکلی. منو که ننداختن بیرون که. تو پات برسه اونجا سه سو تخلیه اطلاعاتیت میکنن. دهنتم که چفت و بس نداره. ما الان باید یه کاری کنیم که اونا نگرانمون بشن. خب دقیقاً الان چه کاری از دست من برمیاد؟ من دارم تمام تلاشم میکنم که کاری از دست تو بر نیاد. همینجا بمون تکون نخور نفسم نکش من الان برمیگرد. بفرمید. ببخشید. سلام علیکم آش خانم. سلامت باشین. شما دیگه اصلا مطرحش هم نکنین. سلامت باشین. انشالله که حل میشه. سلامت باشین. خدا نگهدار. یا علی. ای سلام آقا. سلام علیکم. احوال شما چطوری؟ الحمدلله کارتون انجام شد. کارمون که بله انجام شد. یعنی به موقع رسیدیم. فقط بنزین تموم کردیم. اینه که هول دادیم موتور آوردیم. سلام حاجی. بله. آقا سلام علیکم. مسی که بعدیایی آوردیم. حاجی
آدم رو مین ضد تانک بره این احتمال وجود داره که 1% نه 0.5% عمل نکنیم. بله. اما وقتی پای این وسط باشه قطع به یقین یه اتفاقی باید بیفته. از قدیم گفتن هر چی سنگ مای پای لنگه. البته دست منم تنگه حاج آقا. شما که وامتون جور شدن نه. رفتیم حاجی رفتیم انر کوبیدیم از اینجا رفتیم بانک تا رسیدیم درقی گفتن یه ضامنه دیگه هم. بله یکی دیگه میخوا. خب کاش همه مشکلا در همین حد باشه حاجی. مشکل اگه حل نشه کوچیک و بزرگش چه فرقی داره؟ بله. البته من شناخت کافی و از آقای نصرت ندارم. آج آقا اجازه بده. بله. این یه لطفیه که خدا شامل حالتون کرده. چی داری میگی؟ اصلا معلومه چی داری میگی؟ یعنی چی؟ یکی مراد کن دیگه. نه خب هر جای هر حرفی هر سخنی بفرمایید. عرض بنده اینه که اگر مشکل فقط زامنه و شما هم تعهد میدین که ایشون اقساطش رو سر موقع برداشت کنن، بنده زامن. حاج آقا با اینکه مشکلات این عقبه داره و عمیق‌تر از این حرفاست ولی مال مردم خور نیست. من قول میدم الحمدلله. البته مشکلات همیشه هست ولی مهم اینه که تضمینی برای فردای خلق الله نیست. البته حاجی فرق ایشون با بقیه خلق الله اینه که بذر بدبیاری در درونش نهفته است. میگن زمانش مهم نیست آقا. بله اصلا چرا زمانه؟ همین الان. بله. همین الان اگه قرار باشه یه مرضی بیاد که فقط یه نفر تو دنیا قرار باشه بگیره، به زرس قاطع قطع به یقین بدون هیچ پژوهشی اون یه نفر نصرت سوزنچیانه. در صورت کاری اگه دست بنده برمیاد آقا میشه؟ بله بفرمایید. در خدمت هستیم اگه کاری از دست ما برمیاد. خواهش میکنم فقط آقا من خدمتتون عرض کنم که اگه امکانش هست. بله. دیگه لازم به گفتن نیست. بله. حاجی رخو ببین برو تو درون. منظور شما رنگ رخسار خبر میدن از سر درون هست. بله احسن حاجی من معنیش یادم بود. میگن زمانش مهم نیست. بله زمانش مهم نیست. یه بابایی یه روز میره دکتر متخصص 25,000 تومان ازش ویزیت میگیره، میگه آقا تخفیف میدی من بگم کجام درد میکنه، اگه تخفیف نمیدی خودت پیدا کن ببین کجام درد میکنه. اینه که من نمیتونم تشخیص بدم پشت این لبخند چه چیزی پنهانه. در واقع علم غیب که ندارم. بله درسته. نه فقط میخواستم بگم که اگه امکانش هست در اصلا شما تشریف بیارین داخل فعلا فرشا رو بردارین دوباره میایید اینجا یه روزه که نمیتونین فرشا رو تحویل بدین درسته؟ بله ما امروز ببریم بشوریم اینجا رو تازه جمع کنیم لول کنیم. بله. بچینیم اینجا بعد از اینجا ببریم کجا؟ پشت وانت. بعد وانت سوار شیم از اونجا انر پاشیم بریم قالیچویی. اونجا پیاده کن کارگرا رو جمع کن نازشون رو بخر بشور. بعد از اون طرف هم چون رو خط استوان نیستیم یه روز هم باید بمونه خوشه. آقا دو روز دیگه دو روز همینه که میفرمایید دو روز سرجمش دو روزه. بله سرجمش بفرمایید فعلا جمع فرشو جمع بفرمایید خواهش میکنم. خواهش میکنم بفرمایید که با من بریم فرشو جمع بفرمایید. میشه یه لحظه من اینجا کار دارم ببخشید میشه؟ بله بفرمایید بفرمایید بابا دارم میرم حاج آقا رو مشیت کنم. مشیت آیت الله طباطبایی رحمت الله علیه قوام تو عرب به چوبی میگن که میارن میذارن کنار یک درخت. هیچ کس دست به تلفن نمیزنه. بدنش همش نازکه اما میوه داده ممکنه بشکنه. فیروز خانه دیگه بدتر جواب نده. بذار یاد بگیرن که چطور رفتار کنن. مرگ یه بار شیونم یه بار. تلویزیونتون نگاه کنیم. مردها تکیگاهند در سختی ها در بحران ها در گرفتاری ها. خب حالا دخترم اینا که فهمیدن اشتباه کردن دارن زنگ میزنن. شما بی جواب بده دیگه اون نظرت. اگه ما جواب بدیم اونا فکر میکنن ما از خودمون بوده. منتظر بودیم اونا زنگ بزنن تا ما جواب بدیم. الان نباید روی خوش نشون داد. میخوای من بگم که دستم خورده حواسم نبوده برداشتم؟ نه که یعنی بگم که اگر حرفی دارن بزنن. آره منم موافقم نظرت. لازم نکرده. به نظر منم لازم نکرد. اگر جواب ندیم که فردا میخواد با من بیاد مدرسه واسه مسابقات آسیا. بحث فردا فرداست. الانم نهارتون بخورین بریم بگیریم بخوابیم. آها من خوابم نمیاد. منم همینطور. وقتی میگم بریم بخوابیم باید بگین چشم. الانم ساکت میخوام تلویزیون ببینم. آخه کی الان میخوابه؟ آخه راست میگه دیگه. کلام باشه. خاله برای تمرین مسابقات آسیایی هم که شده شما باید بری بگیری بخوابی. چرا؟ چون الان اونجا شبه. آره شب بخیر. مرد شما، آقای شما، زوج شما، همسر شما،
دو قوامند تکیگاهند. اگه تکیگاه رو مادر بشکنی تو خونه بچه ها تو سختی ها به کی پناه ببرن؟ عرصم خدمتون دیگه ظاهر و باطن همینه دیگه. حاجی اینجا کلن چند تخت فرشه؟ اینجا اینطوری که به نظر میرسه شما لازم میرسه. نکرده نظر بدی به خودت 6 تختت کمه. نه اصلا احتیاج به تخمین نیست چون من تعدادشو میدونم 26 تا. 26 بالا هست؟ بله دیگه همه رو یک کاسه کنیم با هم بریم دیگه 26 تا با بالا و پایین. 26 بله. حاجی ما فرشا رو از اینجا باید بله. حاجی ما فرشا رو از اینجا باید ببریم کجا؟ قالیشویی. قالیشویی بله. ولی امروز بنا به معذوراتی فقط میتونیم ببریم از اینجا. بله. نمیتونیم ببریم اونجا. پس بهتره باشه همینجا فردا یه راست از اینجا بره اونجا. یعنی اون فردا فردا میشه؟ بله. البته میشه چرا نمیشه؟ امروز هم یه بابی شد که ما با حاج آقا تصویرتون چه میچرخونید. من خواهش می‌کنم خدمتتون داشتم عارض بودم که امروز هم یه بابی شد که حاج آقا اعلام آمادگی کنم برای ضمانتشون برای بانک برای فقط من یه عرض کوچولی داشتم. در خدمتتون بفرمایید. ببخشید آقای فیروز. تمنون کنم خواهش می‌کنم. ببخشید آقای فیروز. فقط می‌خواستم ببینم که اون صحبتی که با هم می‌گذاشتیم یعنی منظورم اینه که این صندوق وام مس. آها برای وام. آقای امیری. آقای امیری. فردا که اومدی با حاجی حرف می‌زنی دیگه. فردا دیره. فردا بیام حاجی رو با موتورش باید بردارم ببرم بانک. آقا تشریف ببرین. تقاضای برای وام می‌خوام بنویسم. اول فقط تقاضا بدید من رسیدگی می‌کنم. مراحل اداریشو اینا پیداشو دیگه. بله بله لطف کنید. ببخشید. فقط درخواستشون رو بذاریم دم دست که من اومدم اونجا زودتر پیگیری بکنم. حاج آقا من همه مدارکم آوردم ها. واقعا؟ بله. فقط حاج آقا میخواستم بپرسم که این سقف که نداره وامو دارم میگم. آقا زمین خدا هم سقف داره دیگه چی برسه به وام. وام که باید سقف داشته باشه. آره بایزه. سلامت باشین. حوزه کماندا. سلامت. ببخشید حاج آقا بعد سالی ماهی شما یه کاری از ما خواستی اونم که شرمنده شید. دقت کردین آدم تبخال نمیزنه مگه اینکه مهمونی عروسی چیزی دعوت باشه. بله. بعض وقتا اینجوریه دیگه همونجوری که دست به دست هم میده بعضی وقتا کارا راه میفته بعضی وقتا هم برعکس. اما حاج آقا نمیدونم مال ما چرا همیشه برعکسه. با اجازهتون آقای فیروز بشین اینجا. بفرمایید شما بشینید. شما بشینیم. دیگه داری ناشکری میکنین آقای فیروزا. همین بار فضولی نباشه میتونم بپرسم چه اتفاقی افتاده؟ والا حاج آقا تو مسجد که آدم دروغ نمیگه. خب نگین. چشم نمیگم. بگین دیگه آقای فیروز. بگین نگین. من دروغ عرض کردم و مطلب اگه میخواییم بگین. حاج آقا من برای چی باید دروغ بگین؟ نه دروغ نگین آقا. حاجی زنها نه روی قرض. بله. یه کاری کردم ما از کوله در رفتیم یه لغزی خوندیم اونام بول گرفتن قشقرق شد رفتیم تو اون پس. ای بابا اینجور که بوش میاد زندگی شما هم گره خورده به زندگی چند نفر دیگه. بله. دستتون کوتاهه ولی آدم دستگیری هستین آقای فیروز شما. ولی آقای فیروز مرد تا جایی که اتفاق خلاف شرع نشده باشه حفظ زندگیش اولویت داره. من میدونم چند نفری زیر دست شما کار میکنن ولی برای خود شما تالا پیش اومده تعداد زیادی مسئولیتش با شما باشه. بله شده. سال سوم دبیرستان مسئول آبخوری بودم. نمیشه؟ نه میشه. نه میشه. نه احسن. احسن. های چقدر خوب. احسن. باریکلا. نه منظورم اینه که سختی برای یه مرد زیاد هست. سوا این که عرض کردم پشت در میذاره برای ورود به منزل هم باید روی خوش داشت. آقای فیروز زنه. خدا رحمت کنه. خدا رحمت کنه شما رو بیامرزه. با یه بچه خیلی سخت. خدا رحمت کنه شما رو بیامرزه. منظورم اینه که زن باید مردش رو کوه ببینه که بتونه بهش تکیه کنه دیگه. حاجی شما که مشکلات منو نمیدونی. من کوه بودم. بله از یه طرف که کم میاره از یه جای دیگه میزنه بیرون. آفرین. این اواخر موش‌ها رو دیدین قامت گربه در مآب رؤیت کردین؟ بله خیلی بزرگ شدن. خیلی بزرگن. موش‌ها که بادی بیلدینگ کار نکردن که. در واقع دلیلش عوض شدن ذائقه گربه هاست. کش لقمه روسپیف بیف سرانوگوف میخورن. غذاه؟ بله اینا غذاست. اونا میخورن. موش هم دیگه خیالشون راحت شده فرار نمی کنن. بله. میگن زمان اصلا زمانش مهم نیست. چون شما زمان برای شما مهمه زمان؟ اوکی.
میگن قدیما موشا گربه ها که دنبال موشا میکردن باور کنین آقای فیروز 2 کیلومتر میدویدن تا یه سوراخ موش پیدا کنن. آقای فیروز بدنشون آب میشد از ترس. یعنی اون مشکل دلیلش یه مشکل دیگری. بله بله آجا درست میگین. بله واقعیتش اینه که همه خیال میکنن من یه تیکه زمینه چند میلیاردی رو نگه داشتم که توش جون بکنم. به قول فرمایش شما هم سقفش 20-30 تا فرش شستنه دیگه. بله. روزی بیشتر که نمیشه. بله. اما اگه من زمین رو بفروشم و سهم همه رو بدم زندگیشون از این رو به اون رو میشه. اما خودتو نگه دار ظاهر سازی کن داریم نتیجه میگیریم. از کجا میدونی؟ اینا نقشه از ولو بیروزو نمیفرستدن. بفرمایین بفرمایین. بفرما بفرما. سلام. چرا عزا گرفتین؟ ما نه. نشستین؟ نه. چشاتون که اینطوری میگیره من؟ نه نه علی یه جوک گفت بعد من افروز انقدر خندیدیم که از چشمون اشک اومد. داداش میدونه من از بچگی هر وقت میخندم و همه فکر میکنن دارن گریه میکنن. منم که موقع جوک گفتن اصلا نمیخندم اصلا همیشه بامزه میشه. شما تنها آمدین؟ بله منو فیروز فرستاده. منت کشید. خب من میگم حالا که خودشون پیش قدم شدن شما رو کوتاه بیاین. آره منم موافقم بخاطر اینکه خودشون قرار کردن رفتن خودشون هم برگردن. خب حالا من میبخشمشون. آخه یکی نیست بگه تو که نیم ساعت بدون من نمیتونی زندگی کنی چرا اولدورم بولدورم میای؟ حالا آقا بهروز بهشون میگه. میگه آقا بهروز. من نمیدونم به من گفته بالشت و پیژامه شخصی شما من بکنم براش ببرم. دیگه حالا من تو جزئیاتش نیستم. این منت کشی محسوب میشه یا نه؟ خب بردا ببر تو اتاقه. عفت ببره؟ آره جای دیگه ای هم ندارم برم. باید برگردم خونه. خونه شما که صابخونه راشو نمیده. البته در جریان باشین که دارن تو لواسون یه ویلا میگیرن. لواسون هم که دیگه خودتون میدونی منطقه خیلی خوشحالیه. بله عفت نکنه شوخی شوخی جدی شه. چی؟ هم که برن دیگه. خب میخوای من برم زیر زبون آقا بهروز رو بکشم؟ فقط شما باید ظاهرتون رو حفظ کنین. حاج آقا من یه خبطی کردم ولی مغرضانه نبوده. هر کاری هم کردم فقط به خاطر خانواده‌ام بوده. بعضی وقتا آدم ها خوب نمیبینن ولی درد اونجاست که خوبی رو نبینن. آقای فیروز بله همه ما مال دوست شدیم زمان عوض شده. یه زمانی سکه میبردن بازار وسیله میخریدن الان وسیله هاشون میبرن بازار سکه میخرن. نمونش همین آقا رضای خودمون تو مسجد. 13 سال پیش من یه تصمیمی گرفتم و یه کاری کردم. شایبه داشت اما تنها راه ممکن بود اقلکه به عقل من. بعدش هم اون موقع کی فکرشو میکرد انر انر و از اوزه اینجوری بشه. بقیه هم که سنی نداشتن. منم اگه اون کارو نمیکردم به زرس قاطع یقیناً تا آخر عمرم عذاب وجدان میگرفتم. آقای فیروز شما این ناگفته هایی داری که من تا ندونم نمیتونم حرف درستی بزنم. از نگاه برسه که نگاه بکنی من به اونا حق میدم. وقتی یه نفر یه چیزی رو نمیدونه خب با تحلیل خودش قضاوت میکنه. میگن یه زمانی زمانش هم مهم نیست یه بینا و نابینایی داشتن گیلاس میخوردن. نابینای به بینای میگه که شما چرا ستا ستا داری میخوری؟ بینای میگه تو که نمیبینین چجوری فهمیدی من دارم ستا ستا میخورم؟ نابینای میگه برای اینکه من دارم دوتا دوتا میخورم ولی تو اعتراض نمیکنی.
بله آجا شما صحیح میفرمایید. بله زیاده خواه هم شدیم. بله زیاده خواه شدیم. یه زمان یارو تلویزیونش تلی تکس داشت قوز چی فرمودین؟ قمپوز. قمپوز میخوند در میکرد در قمپوز در میکرد بله. قمپوز در میکرد. ولی الان دیگه همه LCD دارن سینما تو خونشون دارن. آجا انصاری کار آقای سوزنچیان انجام شد. وانت قالیشوی هم اومد، ایشون رفتن، گفتن آقای مشتاق هم بیان. خب، حاجی رو باید چیزی، شما پانش، خواهیشی کنم، تو رو خدا، میگم تو رو خدا. میشه پانشم؟ ببخشید، بفرم. چون میخوام مشایعتتون بکنم. من گفتم تو زحمت نگفتیم. اختیار داریم، مزرکونیشو. حاجی رو ما امشب میریم خونه همین نصرت، فردا میاییم در خدمتیم. در خدمت هستن دیگه. بالاخره بعضی وقتا آقایون فضای بیشتری احتیاج دارن. خانم امینو میدونن، از در خونه بیرونشون میکنن، درن روشون میبندن. نه من باب مزا عرض کردم. بله بله بفرمی آجا. دیگه اومدن خودشونن. از کجا میدونی؟ صدای همون موتور است. بگو جون من. جون تو. خب فقط این بار یکم دست پایین بگیری نذاره. نه موافق. برو در واکو. برو در واکو. خب اگه قرار دست پایین بگیری خودتون به این در واکوین دیگه نذاره. میخوایم برم براشون استان دود کنم. دست پایینی هم حدی داره. برو در واکون دیگه. چش آلیه آلیه خیالت راحت خیالت راحت. سلام. سلام علیکم. علیکم بر شما. ببخشید هاش خانم من مزاحم شدم. خواهش میکنم آجاقا یه لحظه اجازه بدین دخترمو حاجاقا تشریف آوردن. سلام علیکم حاج آقا. سلام علیکم. خسته نباشید. من مزاحم شما شدم همشیره. خواهش میکنم ببخشید فقط همسرم تشریف ندارن وگرنه دعوتتون میکردم بیاین. بله بله در جریان هستم. بله بله. بس بالاخره شما رو به زحمت انداختن که بیاین واسطه بشین. خیر بنده خدمت رسیدم برای اینکه در واقع ظرف نظری رو خدمتتون تقدیم بکنم. والله میدونستم آقای فیروز تشریف بردن منظور آقای نصرت. بفرمایید. قبول باشه. شما مطمئنی؟ بله البته ذکر خیر شما هم بود. زندگی همینه دیگه. روزای سختم در واقع داره. بله حاج آقا من نمیدونم به شما چی گفتن و شما رو یه طرف قاضی کردن. خیلی بنده که قرار نیست قضاوت بکنم. قاضی هم نیستم. بله حاج آقا بله. اما من دروغ نمیگم. باور کنین که خواهرش اینجا به جان دو تا بچه‌ام که دارم راست میگم. آره افروجو افروجو از خدا نکنه. بله حاج آقا راست میگن. ما اگه هر کاری که کردیم برای خوشحال کردن همسرم. بله سلام علیکم. بله میدونم میدونم بنده هم که نگفتم که شما غرضی دارین. در واقع من باب مثال عرض میکنم زندگی مثل چای میمونه. چای میمونه بله هستن تعداد معدودی که چای نمیخورن دوست ندارن مثل تعداد معدودی که پشت پا میزنن تو زندگی بله. هستن کسایی که به واسطه تلخی چای اون رو منباب زائقه خودشون میکنن به واسطه شیرینی بله. مثلا قند یا مثلا شکر گلاب بله یا مثلا خل بله 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 چای میکنه بله چای میکنه بله چای آروم باشین آروم باشین چای چه تلخ باشه چه شیرین باشه اونها رو آروم میکنه بله. پس به واسطه تلخیش نمیشه اونو کنار گذاشت بله. زندگی نیست چنین است بله. زندگی هم همین جوریه بله. و سلام قبول باشه نظرتون خدا نگهدار دیدین گفتم از آب وجدان گرفتن رفتن افتادن به دست و پای حاجی تا حاجی بیاد اینجا تو ما ببخش بشون گفت رفتن خونه ما آره دیگه من میگم نامه مدرسه پوریا رو بهونه کنیم بریم یه سر اونجا حتما گشنه‌شون هم هست الان پولم ندارن که نه فیروز پولم داشته باشه بدون من چیزی از گلوش پایین نمیره میگم میخواین غذا بپزیم ببریم براشون نظرت
شما کانال های ایران رو ماهواره میگیرین؟ من فقط شبکه باران و مال گیلان رو میبینم، برای همین بشقاب گذاشتم. به به به، یا ببین چی ساختم. نزن تو رگ آفیروز قطرت، حواست باشه زیاد نخوری. آیا اخیمی زحمت کشیدن چهار تا پیتزا کندن الان میرسه. خیلی خوب، ولی اونم میخوریم دیگه. بجون دو تا قاشق میووردی. خب خیلی خب، بیا الان تهبندیه فقط. حالا ما ته رو میبندیم، پیتزا اومد اونا رو میچشیم روش. پیش ماد این اصلا دیپلوماته، یعنی از وقتی دیپلم گرفته همین جوری ماته. جان قربون خندت برم، من برای لقمه بگیرم. بگی بیا بیا در پدر، بیا پدر تو قربونت برم. بزن تو رنگ مات شدی؟ مات مات داره نگاهش میکنه. ببین آقای افغانی از شما بعیده. آقا صابخونه که صابخونه قربونت برم. اصلا این حرکات با شخصیت شما تناقض داره. آره قطعا من انجام شده قرار میذاری. اونم تو این شرایط. حتی در قرار رو رعایت کن. نگاه میبینیش؟ نگاه کن. بله آقای افغانی، از اینا انتظاری نیست، ولی از شما بعیده. پوریا بیا، با تو میگم بیا، میریم خونه همگی. افت افت یه دقیقه واسه افروز. افروز افروز بوده بوده بری بوده بوده. افت یه لحظه صبر کن. افت مگه با تو نیستم؟ میگم یه لحظه. چی وایستم؟ بعد چی وایستم؟ با کاری که کردی حرف برای زدن مونده؟ من چی کار کردم؟ دیگه چی کار میخواستی بکنی؟ از وقتی که رفتی یه لبخندم نزدم. منم شاهد. بعدشم مگه ما با هم یه قول قراری نداشتیم؟ من تو این شرایط حضور ذهن ندارم. نه مگه قرار نبود تا وقتی که با همیم سراغ بشقاب نری؟ خب من قدامون رو چی بخوریم؟ چه حرف نزن. شبکه یکی خودمون رو باید یه ساعت باشه بر بری تا این یویو بالا پایین نپره. منم شاهد. دو ماه داری امروز فردا میکنی، دو دقیقه اومدی اینجا این گربه میخوای از این بر بری بالا بشقاب دست کنی؟ آقای افغانی فقط شبکه استانی باران نگاه میکنه، بعد ماهوارش قطعه. از من خواهش کرد، منم دیگه نتونستم نبگم. من زهر تا حالا بدون تو یه لقمه غذا گلون پایین نرم. منم شاهه نشستی اینجا داری میلون بونی اون وقتا. بر این کار حرکتت خیلی شنی بود. کدوم حرکتم؟ کدوم حرکتم شنی بود؟ چی داری میگی از تو؟ نیست تو نمیخواستی پیتزا بخوری؟ مهمون خر صابخونه، از هر چی جلوش بزنن خب نه نمیتونه بگه. ما وعده بسته کرد گفت زهر برو جلو بزنم و بخواهی من توضیح میدم. من توضیح میدم. روغن گرده معلوم نیست با چی درست میکنه. اون وقت اومد افت
افروز افروز رفتم. میگم که حالا ما که اینه مرد خوردیم واقعا بریم این پیتزا رو بخوریم من در نیفته بیا اینو بده من این سر به منه بده این سمه آقا جونم بده بیا تو در میفته بیا بیا بله میگم فیروز میخوای بانه تو بردارم برم بکنم بیارمشون وقتی پا تو گذاشتی تو زندگی من گفتم خدا دردو میده درمونش هم میده اما تو یه پدیده ناشناخته ای لال بودی بگی اینا دارم میان در زد بعد با پیزایی نبا میری فوق و پی دلم واسه خونه تنگ شد تو یادت میاد کدوم یکی از این ستارا تو بچگی ستاره تو بود من دیگه بی خیال ستارم شدم ما الان برای چی باز بریم فرشا رو بکنیم وقتی میدونیم خونه رامون نمیدن بله خب اول بهتر نیست بریم منت کشی بعدم بیای فرشا رو بکنیم تا اونجا یه صابون هم میتونیم بخوریم بفرما. با اون گندی که تو زدی و پیتزایی که دستمون دیدن الان به زرس قاطع خیال میکنن آب مغز و کلبچو زدیم از هضم راه به همون هم گذشته رامون نمیدن وقتی رامون نمیدن برای چی باز الان فرشا بریم بکنیم بالاخره که باید بریم خونه اما برای اینکه غلط کردنمون رقیق و تلطیف بشه و خودمون رو بزنیم به اون را با فرشا میریم خاله ولی یعنی چی ولی یعنی ولیده که خاله معنی امارم الان توی این نامه نمیشه ولی پوری و مشتا یعنی من باید عکسم رو بدم این ولی با اون ولی که من بهت میگم فرق میکنه این ولی یعنی مادر یا پدر پوری و مشتا چی به مامانم میگی زنگ نزنه به بابام بیا اه مادر جو من بلند شب بیام مدرسه رضایت بدم که تو بابات بری مسافرت خارج از کشور بعدش شب من بلند شب بیام مدرسه نمیگم باباش کجاست خب بگو کار داشت من نمیتونم بگم خودت بگو حاجی اون موقع ها من همه سعی میکردم که یادم بره که روزم بعد برم یه چیزی بخورم بگم دیدی چی شد ولی هر چقدر بیشتر سعی میکردم که یادم بره بیشتر گشته میشد خیلی ممنون چیزی شده؟ نره نشه هیچی نشده خب در سایه فرستادم با تو فقط چی جوری بگم خودشون زنگ زدن منت کشیه الو چی؟ مثل کو